سرخط خبرها. خواست امارات اسلامی برای اشتراک در نشست بریکس. رسانه‌های روسیه میگویند که کابل خواستار حضور در نشست سران بریکس شده است. طالبان برای شرکت در نشست بریکس در کازان درخواست دادند. آنها میخواهند که معاون اقتصادی رئیس الوزرا را به نشست بریکس در کازان بفرستند. این نامه به یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور. ادامه خواستها برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارات اسلامی. وزارت خارجه دعوت نشدن نماینده امارات اسلامی را در مجمع عمومی سازمان ملل جفا در حق مردم افغانستان دانسته است. ملتونی که در افغانستان چوکی چی اوز در افغانان و استازی که نسپارل کیجی زمز در ازاده چی در افغانان و حق تیره ده و جفا ده. کاهش بی سابقه میزان تجارت افغانستان و پاکستان. در سال جاری میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان به طور بی سابقه کاهش یافته است. و تشدید حمله های هوایی اسرائیل بر لبنان. بانم خدا و سلام بر شما و مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم میزان سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. امارات اسلامی خواستار حضور در نشست سران بریکس شده است. ریانه نویسی رسانه دولتی روسیه گزارش داده است که نامه ای از جانب نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان به دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال شده و در آن گفته شده که هیئت عالی رتبه امارات اسلامی مشمول عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء علاقمند هستند تا در نشست رهبران بریکس حضور داشته باشند. امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفته است. اجلاس سران بریکس قرار است از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. در آستانه برگزاری نشست رهبران گروه بریکس در روسیه، ریانوستی رسانه دولتی روسیه گزارش داده است که امارات اسلامی با ارسال نامه به مسکو خواستار حضور در این نشست شده است. در گزارش آمده است که نامه امارات اسلامی توسط سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان به دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال شده و در آن گفته شده که هیئت بلند رتبه امارات اسلامی مشمول عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء علاقمند حضور یافتن به نشست بریکسن. طالبان برای شرکت در نشست بریکس در کازان درخواست دادند. آنها میخواهند که معاون اقتصادی رئیس الوزراء را به نشست بریکس در کازان بفرستند. این نامه به یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور فدراسیون روسیه ارسال شده و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز به اهمیت مشارکت مقامات افغانستان در این نشست تاکید کرده است. اجلاس سران بریکس قرار است از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. روسیه اعلام کرده است که نشست پیشرو بر توسعه همکاری‌ها در سه حوزه کلیدی، سیاسی و امنیتی، اقتصادی و مالی و فرهنگی متمرکز خواهد بود. آگاهان به این باورند که اگر روسیه درخواست امارات اسلامی برای حضور در نشست بریکس را بپذیرد، این امر می‌تواند تعاملات سیاسی و اقتصادی افغانستان با منطقه را آسان‌تر کند. در صورتی که امارت اسلامی را نمایندهش حضور پیدا بکنه در نشست بریکس و عضویت امارت اسلامی یا عضویت افغانستان در نشست بریکس پذیرفته شود، واقعا که افغانستان از لحاظ اقتصادی و هماهنگی منطقوی بسیار رشد میکنه، چون خود سیستم بریکس در مقابل G6 و G20 ساخته شده که واحد پولی بریکس در مقابل در پهلوی دلار و ایرو حرکت میکنه. امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. بریکس یک گروه بین المللی بر رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که اعضای اصلی آن برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند. این گروه با عضویت مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و ایتوپیا در ابتدای سال جاری میلادی گسترش یافت.
پس از آغاز 79مین مجمع عمومی سازمان ملل و دعوت نشدن امارت اسلامی در این نشست، وزارت امور خارجه دعوت شدن نماینده امارت اسلامی را جفا و چشم پوشی از حق مشروع مردم افغانستان می داند. معاون سخنگوی وزارت خارجه می گوید که با توجه به شرایط حقیقی در افغانستان، فیصله های مثبت در قبال افغانستان صورت گیرد. گزارش از فرهناز فریبرز. 79مین مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شده. نمایندگان 193 کشور در این مجمع اشتراک و سخنرانی می کنند. نمایندگان امارت اسلامی در این نشست چند روزه دعوت نشدند. وزارت خارجه کشور دعوت نشدن نمایندگان امارت اسلامی را در این نشست جفا به حق مردم می دانند. معاون سخنگوی وزارت خارجه می افزاید که با توجه به شرایط حقیقی افغانستان، فیصله های مثبت در قبال افغانستان صورت گیرد. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې اوس د افغانانو استازي ته نه سپارل کیږي، زموږ دریځ دا چې دا د افغانانو په حق کې تیری ده او جفا ده. که ملګرو ملتونه د افغانانو چوکۍ د افغانستان دغه واقعي استازي ته چې ورته نومول سوی دی وسپاري، دغه استازی به وکولی سي چې په بامسؤلیته شکل سره هلته چارې ترسره کړي او د افغانانو له حقونو دفاع وکړی سي. موږ هیله مند یو چې په دغه غونډه کې به د افغانستان اوسنی او حقیقي وضعیت ته په کتلو سره مثبتې پریکړې وسي. در این نشست سرپرست کنونی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل اشتراک کرده است، هرچند معلوم نیست که برای او اجازه سخنرانی داده می شود یا نه. اسلامی امارت حکومت په ماغه اوایلو څو شپو کې د افغانستان هغه معیار په دغه رقم برابر کړو تر څو وکولی شي د ملل متحد د منشور مطابق استازیتوب او د افغانستان هلته نمایندګي چوکي ورکړل شي، خو بیا هم تر دم ګړې پورې دا چوکي سپمول شوې ده او نه ده ورکړل شوې. زه فکر کوم چې دوی کشمکش کې دلته بیا تقریبا 30 میلیونه نفوس متضرره کیږي، متاثره کیږي، مثبت او منفی اغیز عام ولس باندې دی. امارت اسلامی سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده، اما سازمان ملل کرسی افغانستان را به نماینده امارت اسلامی واگذار نکرده است. از این رو سهیل شاهین نمیتواند کارش را در سازمان ملل آغاز کند. بعضی مسائل حقوق بشر و بعضی مسائل دیگر را مطرح میکنند، چون تا زمانی که به نظر ما این خواسته های سازمان ملل و قدرت های بزرگ برآورده نشود، تا آن زمان به نظر ما کرسی دائمی افغانستان را به امارات اسلامی افغانستان تسلیم نخواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل 9 روز را در بر می‌گیرد. در این مجمع تمرکز اشتراک کنندگان به وضعیت جاری غزه، اوکراین، لبنان و در مجمع خاورمیانه خواهد بود، هرچند که در مورد افغانستان نیز بحث‌های حاشیه‌ای وجود دارد. معاون سیاسی رئیس الوزرا می‌گوید که دروازه امارات اسلامی به خاطر حل مشکلات مردم و شنیدن خواست‌های آنان باز است و مردم می‌توانند به مقام‌ها و مسئولان دسترسی داشته باشند. مولوی عبدالکبیر در دیدار با بزرگان قومی ولایت‌های ننگرهار و لغمان گفته است که به مشکلات این دو ولایت رسیدگی خواهد شد. بزرگان قومی این دو ولایت از امارات اسلامی خواستند تا برای مردم زمینه کار را فراهم نماید. شماره از بزرگان قومی ولایت‌های لغمان و ننگرهار با معاون سیاسی رئیس الوزرا دیدار کرده و گفتند که حکومت سرپرست با تطبیق پروژه‌های انکشافی زمینه کار را برای جوانان فراهم سازد و همچنان برای آنان خدمات مخابراتی را فراهم نمایند. معاون سیاسی رئیس الوزرا در این دیدار گفته است که دروازه امارت اسلامی به خاطر حل مشکلات مردم و شنیدن خواسته های آنان باز است و مردم می توانند با مقام‌ها و مسئولان دسترسی داشته باشند. و نیز وعده سپرده است که به مشکلات این دو ولایت رسیدگی خواهد شد. اقتصاد روستایی تمرکز بکنه و مناطق دوردست که از شهرها دور هستند در این قسمت همکاری بکنن و حکومت بتانه پروژه انکشافی و توسعه خود در این مناطق تطبیق بکنن که زمین کار و اشتغال ایجاد شود. بدون شک که اینا خود تبدیل به تولید کننده خود شدن، خصوصا اگر در بحث تجارت، زراعت و مالداری اینا همکاری و یا کمک شوند، این میتونن که اقتصاد روستا را تقویت بکنه. زمانی که اقتصاد روستایی ما و یا مناطق دوردست تقویت شد، بدون شک تاثیرات خیلی مثبت را بالای اقتصاد شهرها هم خواهد داشت.
برخی از آگاهان دیگر باور دارند که هرگاه در مناطق دوردست توجه بیشتر شود، می تواند بخش بزرگ از مشکلات را حل کند، زیرا اکثریت مشکلات در مناطق دوردست است و مردم به خدمات دسترسی ندارند. مردم عشق و علاقه پیدا میکنه به زندگی و زیستن در اونجا. همه مردم هجوم سر شهرهای مرکزی یا کابل یا مزار یا هرات شهرها نمیارن و از مسائل نفوذ و جمعیت هم خیلی کنترل میشه. تراکم جمعیت در شهرها بسیار مشکلات بار میاره، تراکم جمعیت هم جلوگیری میشه و مردم یک عشق علاقه برای امو ولسوالی ها و ولایت های خود پیدا میکنن و بسیار ارزنده در اقتصاد و در تجارت کشور است. این در حال است که مقام های امارت اسلامی بارها وعده کردند که با تطبیق پروژه های زیربنایی و اقتصادی زمینه کار و خودکفایی افغانستان را فراهم خواهند کرد. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان که به ولایت کندوز رفته است میگوید که با توجه به مشکلات مردم، بیجوشتگان داخلی و عودت کنندگان، فعالیت های آنان در این ولایت گسترش می‌یابد. این مقام سازمان ملل همچنان از پایان کار ساخت 3 مکتب، 1 شبکه آبرسانی و آغاز کار ساخت 1 کلینیک سخن می‌زند. هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان به ولایت کندوز سفر کرده تا مشکلات در این ولایت را از نزدیک بررسی کند. اندریکا می گوید که با توجه به مشکلات مردم، بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان، فعالیت های آنان در این ولایت گسترش می یابد. من به تمام ولایت ها سفر می کنم. می خواهیم بدانیم دفتر ملل متحد در ولایت ها چه کارها را انجام بدهند. با مقام های محلی هم صحبت می کنم که اولویت ها برای زنان و مردم چیست و همچنان با مشوره مقام ها و چشم دیدمان از مشکلات مردم بتوانیم امکانات و فعالیت های ما را بیشتر کنیم. همچنان کار ساخت 3 مکتب و 1 شبکه آبرسانی که توسط سازمان ملل حمایت مالی می شد تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این مقام سازمان ملل سنگ تهداب 1 کلینیک را نیز گذاشت. سازمان ملل هم حدود 70 منزل مسکونی را به برگشت کنندگان ساخته است. این مکاتب برای کسانی است که آنان از پاکستان و دیگر کشورها برگشت کردند و کسانی که در داخل بیجا شده بودند و دوباره به جاهای اصلی خود برگشتند. خانه برای آنهایی است که در اینجا بیاموزند و من امروز بسیار خوشحال هستم که دفتر ملل متحد نه تنها در بخش معارف بلکه در بخش زراعت، صحت و مسئولیت غذایی و دیگر بخشها کارهای خود را ادامه می‌دهد. UNHCR با همراه دیگر نهادهای سازمان ملل اینجا برای کمک به آنهاست. ما با مقامات و مردم در محل همکاری میکنیم. میخواهیم مطمئن شویم که وقت به خانه باز میگردند بتوانند به خدمات صحی، آموزشی، مسکن، آب و همه چیزهایی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند. مقام های محلی و باشندگان کندوز خواهان توجه بیشتر سازمان ملل به این ولایت هستند. 1502 باب ترسی چفدی کی تقریبا 1502 باب هغه مکاتب دی چې هغه سرپناه نه لري، هغه تعمیر نه لري، هغه خیمه نه لري. په دوی دل مرته شاګردان ناسوی او فجم بیا هغه یختوی، نو ډیر مشکلات سره مواجه دي. ټولی 3 سال حکومت امارت در قریه ما بسیار یک بازسازی مهم که اولتر یک مکتب جور شده، یک اجتماع مردانه و یک زنانه جور شده، دیگه 71 دانه چلتر جور شده با مردم خوار غریب و دیگه هم ضروریت است تقریبا 80-90 خانه است که 70 تا چلتر جور شده دیگهش مانده. این در حال است که صدها بیجا شده داخلی که از اثر جنگ ها خانه هایشان تخریب شده بود سرپناه ندارند و کسانی که از ایران و پاکستان نیز برگشتند به خدمات اولیه دسترسی ندارند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید که پس از حاکمیت نظام اسلامی در کشور تمام قوانین در روشنایی اسلام ترتیب و توشیح میگردد و اقدامات جدی علیه منکرات صورت گرفته است. محمد خالد حنفی میافزاید که تمام علما میتوانند نظریات خود را در رابطه با موضوعات قابل بحث به گونه مستقیم با حکومت شریک نمایند. گزارش از خدیجه کوهستانی. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک نشستی در پیوند به میلاد پیامبر اسلام در قصر سپیدار میگوید که با حاکمیت نظام اسلامی در کشور تمامی قوانین بر مبنای اسلام ترتیب و توشیح میگردد.
و برگزاری چنین نشست ها نیاز است تا هر مسلمان سنت پیامبر اسلام را در زندگی عملی نموده و پیام اسلام را به دیگران برساند. یهود و نصارا سر موافق مکه و مخالفت وکی او زما پا سنت و بانی عمل وکی. زما سنت داده چه برید با کموی او گره با گنوی. او کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا خوزو لحیا بی طولیه او عرضیه. ده هر انسان هر مسلمان خپل یا مشت او موتی ده. آقای حنفی می افزاید که پس از پیروزی امارت اسلامی اقدامات جدی علیه منکرات صورت گرفته و تمامی علما می توانند نظریات خود را در رابطه به موضوعات قابل بحث به گونه مستقیم با حکومت شریک سازند. علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دا احسان مبروی چې تاسو وای چې موږ مسلمانان یو. نه دا د الله احسان تاسو شکر وباسئ چې الله تاسو ته توفیق د هدایت درکړي. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این نشست که شماری از مقامات بلند رتبه امارت اسلامی نیز حضور داشتن میگوید که بر اساس شریعت اسلامی دنیا را کنار گذاشته و از اوامر الهی اطاعت نمایند تا حق مردم تلف نشود. علما و روحانیون هرات به مناسبت میلاد پیامبر اسلام همایش را در محور وحدت امت اسلامی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این همایش تاکید میکنند که هنوز هم برخی ها در تلاشند تا اختلافات قومی، مذهبی و لسانی را در میان مردم دامن بزنند. اما نیاز است تا نسبت به هر زمان دیگر اتحاد و همدلی میان مردم کشور بیشتر شود. این عالمان دین حادثه ای که در دایکندی اتفاق افتاد را محکوم کرده میگویند کسانی که دست به چنین اعمال میزنند به دنبال تفرقه در میان مذاهب کشور هستند. علما و روحانیون هرات در همایش بزرگ پیامبر رحمت محور وحدت گرد هم آمدند. شورای علمای اهل تشیع هرات میگوید هدف اصلی این همایش وحدت و همدلی میان مذاهب و اقوام کشور میباشد. رئیس شورای علمای اهل تشیع هرات در این همایش میگوید هنوز هم برخی ها در تلاشند تا اختلافات مذهبی و قومی را در کشور دامن بزنند، اما نیاز است تا جامعه علما و روحانیون نسبت به این قضایا بیدار باشند. ما قطع و یقین میدانیم گوشه و کنار این مملکت وقتی جنایتی رخ میده مثل جنایت اخیری که در دایکندی رخ داد، یکی از اهداف مهم دشمن تفرقه افکنیه. مردم ما هوشیار شدن، علمای ما بیدارن. ما هیچ وقت اجازه نمیدیم دشمن از این جنایات سوء استفاده کنه و بین ما تفرقه ایجاد کنه. ما قطع و یقین داریم اگر مزدوران پولبگیری هم این کارا رو انجام میدن، اینا نوکر و مزدور استکبارن، مزدور صهیونیستا هستن. در این همایش عالمان دین، روحانیون، جوانان و بزرگان اقوام شرکت کردند. شرکت کننده ها میگویند هیچ اختلاف در میان اقوام و مذاهب کشور وجود ندارد. بنان برخی ها در تلاشند تا اتحاد و همدلی در میان مردم کشور را برهم بزنند. باید علمای آخر زمان، علمای ای عصر که حال عصر تکنولوژیه و اختلافات دشمن و هجوم دشمن در میدان مسلمان ها بسیار کارگر هستند، باید وظیفه داشته باشند تا که وحدت بین مسلمین را حفظ کنند. چرا؟ کسانی که به یک قبله نماز میخوانند و به یک قرآن تلاوت میکنه و به ایمان داره و به یک رسول که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داره، اینا هیچ وقت تفرقه پیدا کردن نمیتونه. عالمان دین در این همایش تاکید بر اتحاد و همدلی میان مذاهب و اقوام مختلف دارند. آنها حادثه اخیری که در دایکندی اتفاق افتاد را محکوم میکنند، اما میگویند جامعه علما و روحانیون مکلف هستند تا در شرایط کنونی مردم را به وحدت و انسجام دعوت کنند. علما هستند که مردم را متحد بسازند و یا علما هستند که مردم را از هم متفرق بسازند، چون علوم دینی رو علما به دست آوردن و باید علمای بزرگوار همانطور که عالم هستن اول خودشان عامل به وحدت و برادری و انسجام باشن، بعد جامعه رو روشنایی بدن و مردم رو آگاه بکنن. با مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام، اقشار مختلف جامعه برنامه های گوناگون دینی و فرهنگی را در هرات برگزار کردند. هدف این همایش ها بیشتر اتحاد و همدلی میان مذاهب و اقوام مختلف کشور می باشد.
یک سرمایه گذار برای 500 کودک یتیم و بی سرپرست در ولایت هلمند زمینه آموزش و یک لیلیه فراهم کرده است. این سرمایه گذار می گوید که برای این کودکان زمینه تحصیل را نیز فراهم خواهد کرد. کودکانی که برایشان زمینه آموزش فراهم شده خرسندند و سایر تاجران می خواهند که کودکان بی سرپرست را همکاری کنند. این مرکز آموزشی است که توسط یک تاجر در هلمند برای کودکان یتیم ساخته شده است. سیف الله باشنده ولسوالی موساقله و شاگرد صنف سوم است که میگوید عاشق رفتن به مکتب بود، اما کسی نبود که فرصت درس خواندن را برایش فراهم کند. او اکنون خوشحال است که فرصت آموزش برایش فراهم شده است. مر وقتی نیازس بکوی کن مرده چه درسو زمینه نو برا برا کلی مثل چه اوزی حجی صاحب دانش کرده کن مرده مرسو زمینه برا برا کلی اوزی که آلیس مشتلی درسو نو هم آزنا سفاینده که نگه جوشتی انجینر بسی حجی صاحب کورده چه مرده هم مکتوب سازان در ولی سمتر سازان در ولی اشبازان در ولی در کاران در ولی. تعداد دیگر از معلمان این مرکز نیز از این که فرصت آموزشی برای آنان فراهم شده است خوشحال هستند. خوشحال چین مرساگم در زیر طول که چی ایتیمان پشکو رسید اگه باقی زکی سبک وای در مساقلا سوالی سر اغلا من دیت سرکان زکر دقی وای من در مریض دیت زیر اکرده دوریشی اگر برابر دید. باشندگان هلمند از ارائه آموزش برای کودکان بی سرپرست توسط تاجران ابراز خرسندی کرده و از سرمایه گذاران دیگر می خواهند که در فراهم کردن زمینه آموزش به کودکان کمک نمایند. پدر لیلی که و پدر مکتب که دیم نخباری و سرکار و سازان نوالی بعد از یومری سپری طول بیر که سخت پوشش سرکی و بعد از مردان نور سجران سزا و خیش دید شده بعد در ایتمان رو سره او د داس خې به وځل خپل سره کوم کومه وکي او کوشش وکي چې داسې ځای مثلا کې او په دې اعتماد لپاره کومه کوشش وکړو. در این مرکز آموزشی حدود 1000 معلم درس میخوانند که 500 تن آنان کودکان یتیم و بی سرپرست هستند. مسئولان این مرکز آموزشی میگویند که برای کودکان زمینه تحصیل را نیز فراهم خواهد کرد. که موږ د یتیم او بې سرپرست زده کوونکو لپاره لیلیه هم لرو چې د هغوی شمېر تقریبا 1500 تنه ته رسېږي، چې هغوی ته د سار لخوا د انګلیسي ژبې سینټر، د هغه څخه وروسته د ښوونځي دوره او د مازدیګر په خوا کې د مدرسې د دیني زده کړو زمینه موږ ورته برابره کړې ده، چې په هر وخت کې د بېلابېلو استادانو لخوا دوی ته تدریس ورکول کېږي. او د ښوونځي په دوره کې موږ د دوی زده کوونکو لپاره چې اوس مهال موږ تر اتم ټولګي پورې زده کوونکي لرو کمپیوټر لیب، لابراتوار او کتابتون مهم دی ته په واکه ورکړی دی چې دی لغو څخه هم استفاده کړي. هلمند یکی از ولایت‌های دوردست و درگیر جنگ در 20 سال گذشته بوده است که از این رو اکثر کودکان از رفتن به مکتب باز مانده‌اند. یک جوان هراتی یک اراده موتر نو جیپ را ساخته است. او نسبت به علاقه ای که در قسمت ساخت و طراحی موتر دارد، این پروژه را طی 5 ماه تکمیل کرده است. روح الله عزیزی میگوید که تمام قطعات ساخت این موتر را از بازار هرات خریداری کرده که بیش از 500,000 افغانی هزینه برداشت است. او میگوید 2 سال را در رشته انجینری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی هرات تحصیل کرده، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته است به تحصیل خود ادامه دهد. مسئولان محلی در این ولایت میگویند که ابتکار جوانان به خاطر رشد و شکوفایی در تمام بخش‌ها قابل تحسین است. بنان امارت اسلامی از این گونه استعدادها حمایت می‌کند. رولا عزیزی با موتر که خودش ساخته رانندگی می کند. این جوان ایراتی توانسته در مدت 5 ماه کار ساخت این موتر را تکمیل کند. او می گوید از سرمایه شخصیش تمام قطعات این موتر را از بازار هرات خریداری کرده است. انگیزی ازی از طفلیت می شروع شد. از طفلیت می شیغزیق و تکنیک و وسایل تکنیک داشتم. از کودکی می روبات های کوچک ساختم. ابزار آلات کوچک ساختم. ای پیش ازی به 1 سال پیش هم به من پیشنهاد داد که بابا پول بدیم به من به یک موتر کلان رو میسازم. باز من بازی وعده دادم، گفتم باشه 1 سال بعد، 6 ماه بعد باز من با تو پول تهیه میکنم تا کار خوش شروع کن. این بود که 5-6 ماه پیش من بازی پول تهیه کردم، پول دادم یه کار خوش شروع کرد. به مدت 5 ماه 5.5 ماه کار خوب پایان رسم. خانواده رولا میگویند که روند ساخت این موتر 530,000 افغانی هزینه برداشته است. برخی باشندگان ایراد تاکید میکنند که این گونه استعدادها نیاز است تا حمایت شوند. جوانان زیادی هستند که خلاقیت های خوبی دارند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند طرحها و برنامه های خود را عملی بسازند.
امارات اسلامی هم همچنین مسئولیت داره که در قبال همچی جوانان که اینا را انشالله تشویق بکنه، حمایت بکنه که همین نظام ما شما و همین جامعه ما شما اختراعات داشته باشه و افتخارات داشته باشه. در عرصه ای که بتونم بیشتر پلای بیشتر موفقیت برسم و ماشین آلات بیشتر بسازم باید حمایت کنم. تا وقتی که دولت حمایت دولت نباشه جوانان رشد کرده نمیتونن. روح‌الله عزیزی حدود 2 سال میشود که از تحصیل دور مانده است. او به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته به تحصیل خود در رشته انجینری ادامه دهد. با این حال مسئولان محلی در هرات اطمینان میدهند که از طرح و ابتکار جوانان حمایت میکنند. پالیسی امارات اسلامی افغانستان بر این منوال هست که از همه اهل هنر و اهل فن و اهل صنعت و کسانی که حتی به صنایع دستی مصروف هستند مشاغل هستند حمایت جدی بنماید. واقعا متحرر که روح الله جان ساختن از نظر هنری هم بسیار زیبا بود و با یک طرح بسیار جالب. حداقل در 1 سال اخیر جوانان هرات از 3 عرادة موتر ساخته شده در این ولایت رونمایی کردند. پروژه هایی که تا حدود موفق بوده است. حال هم خبرهای اقتصادی. در سال جاری میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان به طور بی سابقه کاهش یافته است. مسئولان در اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که میزان تجارت دو کشور به پایین ترین سطح خود رسیده است. به گفته آنان بسته شدن تمامی راه‌های تجارتی توسط پاکستان و برخی از چالش‌های اداری دیگر در آن کشور سبب شده تا روند صادرات به پاکستان با مشکل جدی روبرو شود. مدت هاست که روابط تجارتی افغانستان و پاکستان کاهش یافته. دلیل همین است که پاکستان اجازه نمی دهد تا کالاهای صادراتی افغانستان وارد آن کشور شود و تمامی راههای تجارتی تقریبا مسدود هستند. این موضوع سبب شده تا میزان تجارت میان دو کشور به پایین ترین سطح خود برسد. داوز زمونگا دمیوی وقت خربوزه مخراب شده، اندوانه مخراب شده، میوه مخراب شده. داوز هم دانگور وقت داوز لارا بنده ده. تاسو خبر است. وو کیلو انګور پرزن او افغانې باندې خرڅیږي په باغ کې خو خطرین انار منګلرو د تګاو بيدانه چې په نړۍ کې ساري نه لري د بيدانه انار د دې وخت چې د بيدانه انار باید لړ شي هندستان ته پاکستان ته مګر لاره بنده ده. توقف کالاهای صادراتی تا چند ماه اخیر به پاکستان بیشتر در بخش میوه تازه افغانستان زیان وارد کرده است، زیرا صدها لاری سبزی و میوه در مسیر راه‌ها فاسد شدند. صادرات کنند و در ضمنش باز مشکلات های دیگه را مثل افتار یا تظاهرات و شروع میکنند در قبال اینمی مشکلات های کل شمانگی شده است. قبل از قبل یا امانگی میسازند یک صدمه بزرگ، یک جفای بزرگ سر حق افغانستان به خصوص کشاورزای ما، باغدارای ما، دهقانای ما همش متضرر میشه. امروز میوه و سبزی ما صدخانه معیاری ما نداریم، جای نگهداشت شد، تاجرای ما هم ندارن، مجبور به پاکستان صادرات کنیم. ما مثلا گفتیم بازم پیشنهاد میکنم یا راه بدیل. آگاهان باور دارند که افغانستان باید برای کالاهای صادراتیش مسیر و بازار جدید پیدا کند، زیرا تجارب سالهای گذشته نشان می‌دهد که اسلام آباد حاضر نیست مشکلاتی که فراراه تجارت دو کشور وجود دارد را به گونه دائمی حل کند. نرخ ارزها. از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار. حامی نشر این برنامه افغان بی سی، سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.